رؤسای جامعه و سران ده حمایت میشه. اونها زمین و غذا برای معلمین فراهم میکنن تا در جایی که دولت یا سایر سازمانهای غیر دولتی نتونستن مدرسه ایجاد کنن، مدرسه برپا کنن. در دانشگاه‌هامون دانشجویانی از روستاها داریم و همینطور مراکز با کیفیتی رو به عنوان دانشکده‌های اقماری برای آموزش به کار انداختیم. این کار رو برای این کردیم که دانشجوها رو به یه دانشکده شهری نیاریم و اونها رو از واقعیات اجتماعی خودشون دور نکنیم. در نتیجه بعداً دانشجوها میتونن اونچه رو که در واقعیات اجتماعی خودشون آموختن به کار بگیرن و به روستاها و محله ها کمک کنند که مسیر توسعه خودشون رو تعیین کنن و تحول اجتماعی رو شروع کنن. در حال حاضر یه روستا داریم که در اون تقریبا همه بچه ها و نوجوان ها در برنامه ما وارد شدن و بچه هایی که از این برنامه ها فارغ التحصیل میشن شخصیت های خیلی شریفی دارن و خادمان پرشور بشریت هستن. بنابراین برای ما خیلی دلگرم کننده بوده. خانم مبین، قدری از چالش های این مؤسسه، این پروژه برای ما بگید. مطمئنن هر اقدامی که میشه یه سری سختی ها رو با خودش همراه داره. مشکلاتی که این مؤسسه در کامبوج همراه خودش داشت چی بود؟ بله، من در صحبت هایی که با گردانندگان این پروژه داشتم برای من گفتن که با اینکه این پروژه در بسیاری از دهات کامبوج الان مراکزی داره، ولی به نظر میرسه که هنوز احتیاجات خیلی بیشتر از امکانات اونها هست. در نتیجه دلشون میخواد که خیلی بیشتر اینها رو بست بدن. چالش دیگه‌ای که دارن اینه که متوجه شدن که تحصیل آکادمیک کافی نیست. این رو من در برنامه‌های قبلم گفتم که به خصوص در جوامعی که انسان‌ها سلب اطمینان از همدیگه کردن، شما می‌خواید یک انسان‌های تحویل جامعه بدید که عشق به خدمت به جامعه خودشون رو داشته باشن و این در این جوامع خیلی تا یه حدی چالش بزرگی هستش که شما بگید که شما باید تا یه حدی حتی فداکاری بکنید برای اینکه جامعتون توسعه پیدا بکنه. و هدف اینها هست که افرادی تحویل جامعه بدن که عوامل تغییر مثبت در جامعه خودشون باشن. و مسئله دیگه این هست که وقتی که این عشق به خدمت ایجاد میشه، شما در یک مملکتی که خیلی همه فقیر هستن، میدونید میانگین درآمد در کشور کامبوج 200 دلار در ساله و این باز برمیگردم به اینکه این خیلی فداکاری بزرگی هست که یک نفر فقط فکرشو به این نکنه که من میخوام برم به بهترین کاری که ممکنه که بیشترین پول ممکن رو بسازم، بلکه اینو ترجیح بده که بتونه یه ذره زندگیش سطحش پایین تر باشه ولی در جامعه خودش بمونه و به اونها خدمت بکنه. در نتیجه این یک چالش بزرگی هست که بتونند این اشخاصی رو که به عنوان مثلا معلم تربیت میکنن، اونها رو این عشق رو درشون ایجاد کنن که در محل خودشون بمونند و خدمت به ده خودشون، جامعه خودشون بکنن. خیلی ممنون. بنیاد خیریه مونا چطور با این گروه کرده همکاری میکنه؟ ما از طریق اینکه در عرض این ما حدود 3 سال گذشته با سازمان کرده همکاری میکنیم، کمک کردیم که چند تا از این مراکز آموزشی تأسیس بکنن. شما فقط با 5,000 دلار میتونید یکی از این مراکز رو تأسیس بکنید و حدوداً سالی 5,000 دلار خرج گردوندن یکی از این مراکز هست. در نتیجه ما از این طریق با اونها همکاری کردیم و میکنیم. بسیار خوب. خانم مبینی، آیا داستانی، خاطره ای، چیزی از این همکاری با این پروژه به خاطر دارید که برای ما بگید؟ البته من خودم شانس اینو نداشتم که هنوز به کامبوج برم برای ملاقات این پروژه ها، این مراکز.
اما از صحبت‌هایی که داشتم و همینطور همون جوری که ما شنیدیم خانم لیلی لوتر گفتند، یک چیز خیلی بارزی که به دانش آموزان در این مراکز یاد داده میشه این حس فداکاری و عشق به خدمت هست. و یک داستان خیلی جالب این هستش که یک دختر خانم جوانی که در ده خودش به کلاس‌های تربیت معلم رفت، بعد از اینکه فارغ التحصیل شد از این کلاس‌ها، یک پیشنهاد کار بسیار خوبی در یک شهر بزرگ داشت که حقوق بسیار خوبی میتونست از اون بگیره. اما بعد از اینکه این کلاس‌ها رو رفت، تصمیم گرفت که از اون حقوق بسیار بالا بگذره و در ده خودش بمونه و معلم بشه در ده خودش. و وقتی که از او پرسیدند که تو چه چیزی یاد گرفتی از این کلاس‌ها، گفت من یاد گرفتم که خادم بهتری برای جامعه خودم باشم. و این شاید لب به کلام این مراکز یادگیری هست، اشخاصی که صلح‌جو باشند، اشخاصی که عشق به خدمت داشته باشند و با طیب خاطر به محل خودشون، به ده خودشون خدمت بکنن. این گذشت‌ها و این خدمات ارزش بسیار زیادی در جامعه داره و من مطمئن هستم که تأثیر کار این خانم دوچندان هست به خاطر این گذشت‌هایی که می‌کنه. بله، شاید این یک مثالی از اون حرفی باشه که ما قبلاً شاید در یکی از برنامه‌های دیگه گفتیم که همیشه شاید بهترین پاداش‌ها پاداش‌های مالی نیستن. البته خوبه که آدم پاداش‌های مالی همه احتیاج دارن که بگیرن، ولی بعضی وقتا پاداش‌های انسانی، پاداش‌های احساسی خیلی قوی‌تر و با ارزش‌تر هست از پاداش‌های مالی. خیلی ممنونم از شما خانم مبینی. از شما بینندگان عزیز دعوت میکنم که اگر موفق به دیدن برنامه‌های قبلی ما نشدید، حتما به وبسایت نوین تیوی سر بزنید و جستجو کنید برنامه‌های جستجو رو تا با این پروژه ها آشنا بشید و با طرز کار این پروژه ها هم بیشتر آشنا بشید. خیلی ممنون که تا این لحظه همراه برنامه ما بودید. تا برنامه دیگه و پروژه دیگه که توسط خانم سیما مبینی به شما عزیزان و به من همچنین معرفی میشه، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. When I grow up, I want to be a doctor. I want to be a teacher. When I grow up, I want to be a journalist. I want to be a farmer. I want to be a scientist. I want to be a policeman.